Bismillahirrahmanirrahim. May I boss Baminui file option proofing autocorrect options. Taqriban record qabli ma barton ta auto format as you type in the option barton record kada budim all mem sari option e action. Auction option bakhatar chi istifada me sal koi janishta kada ki word can provide additional action for certain word in or phrase in your document through the right click menu. Enable additional action in right click menu. Mega waqti ki shuma bazi as phrase, tarikh, date and time, name of place, telephone number, time, ich zara navishta mikunin. Computer waqti ki shuma right click mikin bazi option ora additional action barazu chi mikuna provide mikuna. Provide mikuna pas mem kula jira matlag mikuna. Khub shuma sal kunin. میگم وقتی که ما تلفن نمبر نوشته میکنیم انگلیش یا چیزایی دیگه برای زوچی کو سرٹن اکشن برای ما پروواید کو اوکی کلک کو اوکی سل کو ما ایجا آمد نوشته که مثلا اولی 2010 وقتی که ما انتر میکنم ما سرزی تاریخ رایت کلک کنم سل کو دا مواخیر یک آپشن است بنامی اڈیشنل اکشن وقتی که ایجا کلک کنی برای ما سل کو اڈیشنل آپشن نشان میتا این دیجا برای ما میگه که دیٹ اتنو اشتا کردی نمی دیٹ استا اگر می خواهی کلندر تا بی بینی از طریق طریقی پروگرام می آتلو کلندر هم می تونی دیده که مثلا نگه چیزی تغییرات می آوری دایی آورده می تونی یعنی این نمی آفشن ها را برای ما چی ای آفشن ها را چی میگه اڈیشنل اکشن آفشن میگه این نمی آفشن ها را شما خوش ندارین از این طریق هم می تونی که آفشن کلیک کنی یا بیا دا فایل دا آفشن پروفینگ آتو کوریکت آفشن بعد از او ما فقط اگر می خواهی تماما زینامو آپشن اخری که اڈیشنل آکشن است او نمو را غیر فال کن ای را کلک دور کو اوکی برو کلک کو باز اوکی کلک کو آل سرزی رایت کلک کو بخی امو آپشن اڈیشنل آکشن چی شد از بین رفت اگر می خواهی نی فقط او باشه امو بعضی سجیشن که میکنه پیشنهاد که میکنه امو رسپانس که میتا او نباشه پس بیا از امیدیت نیستا از امیدیت فقط کلک دور کو اوکی کلک کو بعد از اوکی سل کو اڈیشنل اکشن اوچی هستا مگر مو بالا کی یک سجیشن برای ما میداد سعیستا او نمو برای ما چی شد گم شد پس میخواستی بیاد آپشن این امی دیتا کلک کو بگو با دیت چی کو اڈیشنل اکشن برای ما چی کو نشان بتی فقط وقتی که شما رایت کلک میکنی سل کو دا اڈیشنل اکشن برای انتیجا خب اوکی کلک کوی را ازی طریق بین دا فایل دا آپشن دا پروفینگ دیسپلی دا اینجا خونه کلک است باز اوکی باز اوکی ایره ما پاک میکنم اثر اول 2010 دا انتر کلیک کو برو رایت کلیک کو دا اونجا برین اڈیشنل اکشن دا اونجا بری ما اکشن های مختلف نشون میتا ای اپشن چی بود دا اپشن اڈیشنل اکشن بود اگر نمی خواهین پس کل زور غیر فعال کنین دیگه مور اکشن ها رو میبین از طریق هم میتونین هر اکشن به خود یک پراپرتیز دارم پراپرتیز اس میبین از طریق میتون دیده دیگه میایم دا آٹو فرمت آٹو فرمت یک آٹو فرمت از یو تایپ است یک آٹو فرمت آٹو فرمت از یو تایپ کی ما تایپ میکنیم یعنی او نمو فرمت هایی که به خط ما میتیم که او را ما خودیم دا مو نو تایپ میکنیم بر از او کدام دیزاین میتیم از این طریق میدن از یو تایپ ما خود ما تایپ میکنیم او نوشته ای که ما میکنیم خود ما تایپ میکنیم بر از یک کدام فرمت میتین از این طریق میتونین آپشن های زیرازی طریق سیٹنگ کرده میتونی و آٹو فرمت که هستی وقتی که شما یک فایلی از مثلا نوٹ پیٹ میارین دا ورڈ باز میکنین بخاطر از این آپشن هاستا دیگه آپشن های زیادترش یک چیز فرق نمی که نمو بلیت سمارت سٹرائٹ کورڈ هستا اوردینل نمبر هستا فرکشن هستا فقط فرق اینم قصد ممرایزی و ازی که دا او صورت استفاده میشه وقتی که شما فایلی نوٹ پیٹ دا ایجا باز کنین او دیزاین نداره اتوماتیک اگه آپشن ها رو شما کلیک کنین یعنی ما دا اوس وقت استفاده میکنیم فقط این مقه فرق از دیگه فرق نداره از او بعد سل کو میایم اتو کوریکت اپشن خلاص شد میایم سری چی وین کوریکتینگ سپلینگ ان مایکروسافت پروگرام سل کو به خاطر سپلینگ ان گرامر هسته اولین اپشن که دیجا امرای ما سل کو نوشته که دا اگنور ورد این اپر کیس وقتی که ما یک لغت اشتباه نوشته کنم مثلا چه قسم گوره نوشته میکنم اشتباه
اشتباهی خو واقعیت است معلوم دار گبسل کو مثلا اشتباه نوشته کردم کامپیوتر میگه که این چیز تا اشتباس مگم اگه این نمی لغت ما به حروف کلان نوشته کنم کامپیوتر او را اشتباه نمیگیره. خب پیش از اینکه مثال برات واضح کنم هر وقت که زیر نوشتی یا زیر هر لاین یا زیر هر جمله هر لغت شما لاین سرخ دیدین او نمایندگی از این میکنه که اشتباه سپلنگ داره و هر وقت به این شکل بود مثلا شما یک حرف لاین سبز داشت پایین او شما ایرم باز از این طریق میشناسین که از نگاه گرامر اشتباه داره یعنی لاین سرخ نمایندگی از اشتباه گرامر سپلنگی میکنه که سپلنگ اشتباه است لغت تو و هر وقت که لاین سبز پایین لغت شما بود او نمایندگی از این میکنه که لغت شما که از نگاه گرامر چیستا اشتباه است. خب آلی سلکو این امی لغتی مرا نوشته کردم این لغتی که من نوشته کردم اشتباه است واقعا اشتباه است لاین سرخ پایینش آمده است نگاه سپلنگ اگر این امی لغت ما به حروف کلان نوشته کنم سلکو کپسلاگ فعال کردم گفتم گرد او نمو چهار او را نوشته کردم دی اندر کلک کردم مگم ای را اشتباه نگرفت چرا به خاطر از اینکه ما دا فایل دا آپشن و دا پروفینگ دا ایجا کامپیوتر هدایت مثلا گفتیم که ignore word in upper case لغتایی که ما به حروف کلان نوشته میکنم اشتباه باشه او را صرف نظر کو اشتباه نگی اگه میخوای که نه صرف نظر نشه او را اشتباهی زور بگیره فقط ای را کلیک دور کو بعدا اوکی را انتخاب کو سلکو آلی میگه این همی لغتی که شما تایپ کردین این هم چیستا اشتباه است اگه میخواستی که نه اشتباه نگیره پس بیا دا پروفینگ دا آپشن این همی آپشن کلیک کو بگو ignore word in upper case لغتایی که به حروف کلان باشه اشتباه باشه صرف نظر کو اشتباه زورا بری ما و چی کو نشان نده این لغت اشتباه است مگم اشتباه زورا بری ما نشان نداد. خب میاییم از او به پایین آپشن دیگه دا پروفینگ کسیم روی ما نوشته کده ignore word that contain numbers چی مانه؟ وقتی که ما یک لغت به حروف خرد نوشته کنم اشتباه باشه سلکو اشتباه است نه؟ میگه اشتباه است مگم اگر امروی یک لغت دیگه به می شکل من نوشته کنم گرد باز میگه اشتباه است اگر امروی از ما یک نمبر نوشته کنم هرچی که باشه مقصد نمبر باشه یک نوشته کنم او را آل اشتباه نمیگیره چرا؟ به خاطر از اینکه ما دا آپشن دا پروفینگ دیجا گفتیم که ignore word that contain numbers اون ملغتایی که اگر اشتباه هم باشه امرایزو کدام نمبر ما تایپ کنم تو او را صرف نظر کو اشتباه نگی اگر تو اینمی آپشن غیر فعال کردی پس اون ملغت هم اشتباه میگیره میگه ای هم اشتباه است اگر میخوای که نه اشتباه نگیره برو دا آپشن دا پروفینگ و اینمی آپشن پس کلیک کو بعدن اوکی او را هم اشتباه نمیگیره. خب از او با پایین دیگه آپشن که است نوشته کرده که برادر ignore internet in file addresses سلکو وقتی که ما یک آدرس اینترنت نوشته کنم اگر اشتباه باشه سلکو www.yahoo.com این خو یک واقعیت است آدرس صحیح است اگر من نوشته کنم که www.mama.com kaka.com نوشته کنم kaka.com یک آدرس اشتباه است نه اینترنتی آدرس است مگم اشتباه است صحیح است اگر میخوای اگر آدرس اینترنت اشتباه باشه او را برد اشتباه بگیره پس بیا در فایل آپشن در اینجا که آمدی در پروفینگ بگو برادر اگنور نکو صرف نظر نکو از آدرس اینترنت یا فایل آدرس که او اشتباه باشه فقط اوکی کلیک کو برای ما میگه این میاردوی زی کیست تو اشتباه نوشته کسل کو رایت کلیک کو به چه قسم باشه برو در سپلنگ گرامر آپشنش میگه باید ای به شکل باشه. خب ایره گفتم خیر است گفتم ارد صحیح است ادگیش میگه بیخی اشتباه است ایرم ارد کردم صحیح است یعنی اگر صحیح نوشته کرده خب فرق نمیکنه مثلا www.google.com فرق نمیکنه اشتباه نمیگیره و اگر غلط نوشته کردی بازور هم چی میکنه اشتباه میگیره صحیح است اگر میخوای که اشتباه نگیره پس برو چی بازیره کلیک کو بازور چی میکنه اشتباه نمیگیره برد دیگه از او به پایین چیستم رای مسئله کنم اشتا کده که ignore repeated word flag repeated word flag repeated word چی کار میکنه سل که وقتی که ما در اینجا بیایم یک جمله را نوشته کنم مثلا this is the computer class لغتی که دو دفعه تکرار شود یک جمله بیهوده بیفایده او را یک لاین سرخ پایین از او میاره نمیخوای این قسم شود پس بیاد آپشن
the proofing badan a flag repeated words غير فالكو اوكي كليكو اورا باري ما يعني اشتباه نميگيره كوتا اشتباه نميگيره ملاين سرخ كي نمايندگي از اشتباه سپلنگ ميكنه اورا از بين ميبره اگر پس تو اومدید اپشن د پروفنگ فلگ ریپیتد ورد باز فال کدی پس اورا باز چی ميكنه باري ما فلگ ميكنه نشانه ميكنه كي لغت ريپيت شده ده ايجا از او با این برادر محترم آپشن دیگه که است نوشته کده enforce accented upper case in French ای امرای زبان فرانچ کار میکنه کدام معلومات مشخص در باری زینه دارم اینمی و اینمی اردوش که است در باری سپانش و فرانچ است چون ما خودم زبان فرانچ نمیفهم که نمیفهم و با معنی زیم نمیفهم که چی نوشته کده چی ویدیو چی ورد بی خوبی مطلب من نمیست که ای آپشن آردویش که است امرای زبان فرنچ کار میکنم دیگر از اول پایین که است نوشته کده suggest from the main dictionary only میگه کمپیوتر تو هدایت میکنی که هر لغت برای من مانا میتی یا او را پیشنهاد یا suggestion از او را برای من نشان میتی از دکشنری مرکزی که در کمپیوتر ما اینستال است از امو پیشنهاد کو برای من مانا از او را که نشان میتی می خواستی دکشنری کستوم هم ببینی بیده ایجا سل کو این امی دکشنری کستوم که در کمپیوتر ما اینستال است از امی بر ما جواب هر لغت می دهد می خواستی دکشنری را چی کنی از بین ببری بگو ریموف یس از بین اف اگه می خواهی نو ارت کنی بیده ارت کدام است این امی کستوم دکشنری است فقط بگو چی او پین او ارت از طریق نیو میتا نیو من جدید کدام یک دانه باشه مثلا فکر کنی نمیسته او خونه است خب بازم به یک ایس ثبت شده گیس پیش از پیش اگر میخوای کدام دکشنری دیگه در سی دی میدی باشه او را میخواستی ثبت کنی از این طریق میتونی دیگه مثلا چند دان دکشنری داشته باشه مثلا یک نمیس یا دیگه است میخوای او را دیفالت کنی حالا خوی دیفالت است پس وقتی که دو دان دکشنری باشه باز این اپشن فعال میشه میتونی او را دیفالت کنی آدرس مو جای ام دکشنری را میخواستی ببینی در براوز برو جای زورا برای من نشون میده کدام جاست این آدرس چیسته اینمی اگر دو کدام دکشنری دیگه را بگیری بازور هم چی میکنه برای من جایش پتش دیجا میای برای من دیگه نوشته کده ایدرت ورد لیست سال کو ما وقتی که دیجا بیام نوشته کنم سرباز چون کامپیوتر سرباز را نمیشناسته او را برای من چی میکنه اشتباه میگیره پس میخواست بعضی از لغت ها را سال کو مثلا من سرباز نوشته کدم اشتباه میگیره ای را در کمپیوتر یا در دکشنری کمپیوتر ما ثبت میکنم رایت کلیک کردم گفتم آرت حالا اینمی لغت برو در دکشنری اوجه ثبت شدگی است ارت شدگی است بیاد آپشن در پروفینگ که اومدی در کستوم دکشنری برو در ایدیت ورد لیست یعنی سرباز دیگه چی شده ارت شدگی است ای را دلیت کن یا کدام لغت دیگه مثلا من میخواستم سیف زاده ای را نوشته میکنم همیشه در کامپیوتر اد باشه اشتباه نگیره کامپیوتر اوکی اوکی حالا وقتی که صفحه نو میگیرم میاد می صفحه فرق نمیکنه نوشته کو سیف زاده انتر کلیک کو او را کامپیوتر چی میکنه اشتباه نمیگیره چونی لغت ما در کامپیوتر در دکشنری کامپیوتر خود چی کردم ارت کردم اضافه کردم ثبت کردم ای بود آپشن بعضی از آپشن های چی اسپلینگ گرامر و اتو کریک کی برتون ریکارد کردم ای دیگه ایشا ریکارد بعد انشاءالله ریکارد میکنم